پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر از دوسلدورف همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم فاطمی. جان باختن جواد روحی باستاب بسیار گسترده‌ای داشته. چه ابهام‌ها و ویژگی‌هایی در این پرونده مرگ این زندانی سیاسی دیده میشه که این اندازه حساسیت برانگیزه؟ درود بر شما. در ابتدا تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده ایشون و متاسفم که باز هم با توجه به نزدیک شدن به یک سالگی جنبش مهسا امینی باز هم شاهد قتل‌های حکومتی مشابه هستیم که عدم دسترسی به وکیل، عدم دسترسی به خدمات پزشکی و شکنجه فرد در دوران بازجویی که نزدیک به 40 روز ایشون در دوران بازجوییشون شکنجه شدن و با توجه به گزارشی که خانم آتنا دائمی اعلام کرده بودن، ایشون رو در سردخونه گذاشته بودن، فریز کردن بیزشون و همینطور ضرب و شتم و شکنجه های دیگه باعث آسیب های بسیار جدی جسمانی در ابتدا به ایشون شد و حکم عجولانه و در واقع دادگاه جمهوری اسلامی که یک دادگاه مستقل نیست و در اون 3 بار حکم اعدام رو برای ایشون تصویب کرده بودن، خود این یک فشار به شدت روانی سنگینی رو میتونه برای فرد داشته باشه که ایشون فقط در اون در واقع اعتراض خیابونی دور آتش رقصیده بودن و روسری هایی رو که زنان به دست ایشون داده بودن رو در آتش انداختن و چطور میتونه برای یک آتش زدن یک کیوسک پلیس که حتی اتهامش به ایشون وارد شده بود اونها بخوام به نفر حکم اعدام بدن. این روند قضایی و این در واقع سیستم مسمومی که در جمهوری اسلامی هستش نشون میده که این فرد رو بسنده نکردن که این حکم داره لغو میشه، که با مسمومیت‌های دارویی سعی در حذف ایشون از خود زندان کردن و زندان هیچ گونه محیط امنی حتی برای فردی که در دوره دادخواهیش هستش و در دوره پروسه روند بررسی حقوقیش هست هم نیست و میتونه هر آن از طرف خود مسئولین زندان جونش گرفته بشه. خانم فاطمی، چقدر توضیح مقام‌های قضایی درباره نفع جان باختن جواد روحی در واقع افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده، اونها رو قانع میکنه؟ من فکر میکنم با توجه به بی‌اعتمادی بسیار شدیدی که بین خود و شکاف‌های عمیقی که بین مسئولین حکومت و مردم وجود داره، هیچ راهی برای اعتماد نیست و اینکه ما می‌بینیم فردی که قبلا اینقدر آسیب جسمانی شده بود و نیاز به خدمات درمانی و درمان در واقع داشت و جمهوری اسلامی مانع اون شد و مسئولین زندان مانع خدمات درمانی اون شدن، چطور میتونه این حجم از دارو رو در زندان داشته باشه و یا حتی اونو متهم کردن به خودکشی؟ مردم دیگه باور نمی کنن، چون اینها تماما ضد و نقیض هایی هستش که اگر که اون فرد نیاز به خدمات درمانی داشته و داروهای حداقلی در دسترس اون نبوده و وضعیت جسمانی او به شدت بد شده، چطوری میتونن در یک آن تمام این داروها رو در اختیار اون بذارن و مسمومیت دارویی تا حدی پیش بره که ایشون بتونن جونش رو به این کمتر از ساعتی از دست بده؟ و من فکر نمی کنم هیچ گونه جواب قانع کننده از طرف دولت باشه با توجه به فشاری که تحمیل می کنن برای خاکسپاری عجولانه، برای حضور نداشتن مردم در اونجا و حتی پزشکی قانونی نتونه اون رو بررسی بکنه. خب اینا همه گواه بر این هستش که خود مسئولین حکومت تمایلی برای شفافیت و صداقت در قبال مردم ندارن. ممنون از شما، پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر از دوسلدورف.